رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمايا دقيق متواجب وشن من غشنا فليس منا كسي كبو ما خيانت ميكنا از جمله ما نيست. محدثين ميگه اگر در احاديث كلمه يا جمله فليس منا استفاده ميشه دقيق متواجب وشن كه او گپ خيلي خطرناك است. رسول الله ميگه از ما نيست. ما خيلي افتخارانه الحمدلله ميگيم كه امتي كيستي. ما چي ميگيم؟ امت رسول الله. خيلي افتخارانه الحمدلله. اما رسول الله چی میگه؟ کسی که خیانت میکنه از جمله امت من نیست. کسی که فریبکاری میکنه از جمله امت من نیست. کسی که مردم را گول میزنه فریب میده از جمله امت من نیست. خوشحال نباشه، خود را پشت رسول الله منصوب نکنه، از آدرس رسول الله، از آدرس امتی رسول الله به کسی خیانت نکنه، به کسی ضربه نرسونه. پیامبر یک روزی در پیشوی یک دکان میگذره، یک جای گندم روی زمین هست یا یک کدام چیز دیگه هست، پیامبر دست خود داخل میکنه که سر گندم خشک زیرش تر هست. گفت چرا این کرده؟ گفت تو یک بهانه کردم دکاندار. رسول الله گفت من غشنا فلیس منا، در جان مردم زدن امیر گفته میشه که زیرش تر سر خوش، زیرش میوه های بد سرش خوب. او روزم یادواری که بادنجان در پلاستیک سرخ بیاندازم که خوب از دور سرخ پخته معلوم شد، سیب را در پلاستیک های زرد بیاندازم که از دور خوب پخته معلوم شد. قوطی جور کنیم برای چیزی، تاریخش را جدید کنیم ولی درونش تاریخش گذشته. هر چیزی که باشه ای خیانت هست. امت رسول الله ایتو نمیکنه. چرا یک مسلمان فکر خیانت را داشته باشد؟ چرا؟ آیا خبر دانه که رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایه، حدیث مسلم هست، حدیث 3268، لکل غادر لواء یوم القیامه، لکل غادر لواء یوم القیامه، از برای هر خائن، از برای هر فریبکار در روز قیامت یک پرچم در سرش نصب میشه. هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان، ای خیانت فلان شخص است. چقدر لوحه های یا تابلو های یا بیرق های یا پرچم های خیانت در سر انسان های خیلی امین که در دنیا خود را امین نشان میدادن در روز قیامت نصب خواهد بود. حتی در حدیث آمده که در روز قیامت همو چیزی که انسان خیانت کرده باشه شانه ایش میباشه. میگه گوسفند، حتی دمی لفظ آمده، گوسفند سرشانه ایش از گوسفند صدا میکنه. چقدر شرم خورد. دکتر سه محترم، من که چیزها را میگم که امروز نام کس را میگرم، دکتر و انجینیر و قالی و ملا، استثناءات هست. من کل گره نفیه نمی کنم، انسان های خیلی خوبی وجود داره، به اندازه انسان های صادق وجود داره که با خود خیانت میکنن، نمیذاره که با تو خیانت شود. میتو انسان ها وجود داره، ما منکری تو انسان ها نیسته. دکتر سه محترم، مریضی که نزد تو میه او تا به نزد تو که رسیده خیلی جنگ ها را سپری کرده، تو رسیده زحمت کشیده که پول لابراتوار را پیدا کنه، ولی خیلی سخت است که فی 300 افغانی، لابراتوارش معایناتش 1000 افغانی، دواش 3000 افغانی، این توانایی رو از کجا کنه؟ درست است تو مسئولیت داری که باید بگیری، اما گاهی اوقات یک درد، یک اندازه درد خوب بر تو پیدا شد که امین نداره. او کسایی که داره بگستی حقش داره، زحمت کشیده، اما او کسی که تمام درآمدش، درآمد یک ماهش 5000 افغانی است، تو رو در یک نسخه و یک لابراتوار میگیری، خیانت نیست؟ فیصدی میگیری، خیانت نیست؟ یک دفعه فیس، یک دفعه از دواخانه فیس، یک دفعه از لابراتوار فیس، یک دفعه از فلان جا فیس، خیانت نیست؟ چند دفعه میگیری؟ انجینیر سه بگرامی، تقوای انجینیری تو حفاظت بکن. پروژه که به تو سپرده میشه چیزی نمبر بدل را، نمبر دو را کار نکن که باز او تأسیسات میشکنه، در هم میخوره، تخریب میشه. میبینیم که انجینیر هم تقوا کار داره.